آخرین شیر، طلوع و غروب زندگی تد کندی، روایت جامعی از زندگی پرفراز و نشیب ادوارد کندی، بزرگمرد سیاست آمریکاست. عبور کندی از شکست‌ها و ناکامی‌هایی که سرنوشت برایش رقم زد، التیام زخم‌هایی که خود بر پیکر روح خیش نشاند و قدرت انعطاف پذیری وی در گذر از پیش و خم‌های زندگی، داستانی توصیف ناپذیر است که ماهرانه در این کتاب روایت شده است. پیتر کنالیس، مؤلف این کتاب، تنها بر قدرت ادوارد کندی در رویارویی با بحران تمرکز نکرده، بلکه ضعف‌های او را نیز به تصویر کشیده است. ضعف‌هایی که شاید بهترین نمونه آن را بتوان در ماجرایی که در ماه ژوئیه سال 1969 اتفاق افتاد، تصویر کرد. در این حادثه، اتومبیل ادوارد کندی از پلی به داخل یک رودخانه در شمال شرقی آمریکا سقوط کرد و زنی به نام مری جو کوپشنی که ادوارد کندی را همراهی می کرد، جان خود را از دست داد. کندی که خود به درون آب افتاده بود، با شنا از رودخانه بیرون آمد و بدون اطلاع به پلیس صحنه تصادف را ترک کرد. در ژانویه 1970، دادگاه در ایالت ماساچوست به این مورد رسیدگی کرد و با آنکه بی احتیاطی در رانندگی عامل حادثه شناخته شد، ادوارد کندی مجرم شناخته نشد. این ماجرا چشمانداز رسیدن به ریاست جمهوری ایالات متحده را برای همیشه از زندگی ادوارد کندی دور کرد. با این حال آقای کندی در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری سال 1980 آمریکا شرکت کرد. او در انتخابات درون حزبی با جیمی کارتر که برای کسب مجدد ریاست جمهوری نامزد شده بود به رقابت پرداخت و از او شکست خورد. کتاب آخرین شیر، طلوع و غروب زندگی تد کندی نشان می‌دهد چگونه سرنوشت پرتلاطم و ضعف‌های شخصیتی ادوارد کندی مانعی شد بر سر راه او که نه تنها از مزیت تعلق به یکی از سرشناس‌ترین خاندان‌های سیاسی آمریکا برخوردار بود، بلکه آرمان‌ها و اندیشه‌های بزرگی داشت. دیوید برگ، نخستین رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری جان اف کندی، در گفتگو با نویسندگان این کتاب گفته است که به عقیده او ادوارد کندی چندان هم تمایلی به پست ریاست جمهوری نداشت. برگ میگوید تد کندی فارغ از انتظارات پدرش که برادرانش زندگیشان را وقف برآورده کردن آن کردند، به عنوان سناتور آرمانهایش را به ویژه در پاسداری از ارزش‌های لیبرالی در دوران ریاست جمهوری جمهوری خواهان به ثمر رساند. از همین رو شیر لیبرال سنای آمریکا لقب گرفته بود. I feel change in the air. What about you? با آنکه زندگانی تد کندی در این جهان پایان یافت، ولی طلوع آرمان‌ها و اندیشه‌هایش در تاریخ سیاسی آمریکا هرگز غروب نخواهد کرد.